آیا رویای ارتباط بین مغزی عملی می شود؟ ارتباط مستقیم بین دو مغز چیزیه که ما رو بیشتر به یاد فیلم‌های علمی تخیلی میندازه. با این وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های گوناگون دانش و فناوری و همچنین تلاش تیم‌های مختلف پژوهشی برای ساخت فناوری مناسب برای این کار امیدهایی رو برای ارتباط مستقیم بین دو مغز ایجاد کرده. دکتر اندریا استاکو یکی از پژوهشگرانیه که در حال کار روی همچین فناوری‌هاییه. در ادامه به جزئیات بیشتر مصاحبهش که در این باره با مجله نیو ساینتیست داشت می‌پردازیم. سلام، به کانال تکسون تیوی خوش اومدی. اگه کنجکاوین بدونین که رویای ارتباط مغزی عملی میشه یا نه، تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. ولی لطفاً یادتون نره کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید. آیا واقعاً می توان افکار یک نفر را به فرد دیگری منتقل کرد؟ مغز هر انسانی با مغز انسان دیگه متفاوته. درسته که تفاوت‌های زیادی توی آناتومی مغز وجود نداره، اما کارکرد مغزهای مختلف تفاوت‌های زیادی با هم دارن. اینو یادتون باشه که تجربیات هر انسانی منحصر به فرده و مثلا تصویری که من از پرواز دارم با تصویری که شما ممکنه داشته باشین خیلی تفاوت داره. برای اینکه بتونیم به ارتباط بین دو مغز دست پیدا کنیم، باید بتونیم این تفاوت‌ها رو تا حدی خنسا کنیم. به نظرتون شدنیه؟ بله، کاملا شدنیه. برای انتقال اطلاعات بین دو مغز به چه چیزهایی نیاز دارید؟ ما میخواییم فعالیت‌های مغز یه فردی رو با استفاده از ابزاری مثل نوار مغزی جمع‌آوری کنیم. در مرحله بعدی یه برنامه کامپیوتری این امواج رو فیلتر کرده و چیزهایی که به فعالیت مغزی مربوط میشه رو به جاش میذاره. سپس این الگو از امواج از طریق شیوه تحریک مغناطیسی ترانسکرانیال یا همون TMS که اون هم یه شیوه غیر تهاجمی با استفاده از جریان الکتریکیه به مغز فرد دیگه‌ای منتقل میشه. آیا فکر میکنید میتوان احساسات و یا خاطرات را نیز به این شیوه انتقال داد؟ واقعیت اینه که جواب دقیقی برای این سوال وجود نداره. دانشمندان تاکنون توانستن الگوهای امواج مغزی مربوط به بعضی چیزهای خاص رو شناسایی کنن و همکنون یه بانک داده از این الگوهای امواج مغزی داریم. با این وجود هنوز نمیدونیم که ذهن ما چه چیزی رو تجربه میکنه. برای نمونه این که احساس شادی چه عمل کردی در مغز داره و یا مغز چگونه صبحونه رو پردازش میکنه. از سوالاتیه که باید به اون پاسخ بدیم. برای انتقال این مفاهیم از مغز به مغز دیگه، اول باید درک درستی از اونها در خود مغز داشته باشیم. به نظر شما ارتباط بین دو مغز چه کاربردهای دیگری خواهد داشت؟ این شیوه میتونه کاربردهای بالقوه‌ای توی پزشکی داشته باشه. افسردگی، شیزوفرنی و خیلی از مشکلات روانی با تغییراتی در الگوی فعالیت مغزی همراه هستند. سال هاست که پزشکان برای درمان این مشکلات از تحریک مغزی استفاده میکنن. حالا برای این کار شاید بشه از الگوی یه مغز سالم برای اصلاح الگوی فعالیت مغز فردی که دچار این مشکلات استفاده کنیم. همچنین فکر میکنم بتونیم از این شیوه برای کمک به افرادی که به خاطر سکته مغزی دچار ضایعات عصبی شدن استفاده کنیم. وقتی آسیبی در بخشی از مغز که مسئول کنترل حرکات بدن رخ میده، فرد سکته کرده ممکنه دیگه نتونه قسمتی از بدنش رو حرکت بده و حتی توانایی فرو بردن غذا رو هم از دست بده. الگوهای ضبط شده از مغز یه فرد سالم در طی انجام این کارها رو میشه به مغز فرد سکته کرده داد و به این ترتیب فرایند بهبود این فرد هم سرعت میگیره. تا کنون چه دستاوردهایی داشته؟ اخیراً از دو نفر در دو اتاق مجزا خواستیم تا یه بازی 20 سوالی رو با استفاده از ارتباط بین مغزی انجام بدن. این افراد تونستن به خوبی این بازی رو انجام بدن و حدس‌های زده شده در 72% از موارد درست بوده.
این سوال و جواب ها بخشی از مصاحبه دکتر اندریا استاکو با مجله نیو ساینتیست بود. حالا شما به ما بگین، به نظرتون ارتباط بین مغزی چقدر شبیه همون ذهن خانی خودمونه؟ دوست داشتین یه روزی بتونین تمام امواج مغزتون رو ثبت کنین و خودتون دستی تغییرشون بدین؟ خوشحال میشین با ما در ارتباط باشین و نظر بدین و لایک کنین. مرسی که یه ویدیوی دیگه با ما همراه بودین.